ببینید، ما یه عدد گرفتیم فهمیدیم زود مثبت یا نه. گفتم چه برنامه می‌نویسین؟ زوج یا فرد. میگم آقا x درصد 2 مساوی 1، اگه 1 بود چی بنویس؟ بنویس چی؟ odd number. odd یعنی چی؟ فرد. اگه نبود چی میشه؟ even number. درسته؟ اینجا اولویت عملگر لازمه من پرانتز بذارم، مثلا میگم 5. 5 به 2 تقسیم میکنم، واقعا میشه 1 مساوی 1. چی نوشت؟ آدنام. خب اینو من میام اینجا چیکار میکنم؟ مساوی 1 رو پاک میکنم. ما میگیم عدد 0 فالس، عدد غیر 0 تروه. 0 فالس، غیر 0 چیه؟ مثلا 1 تروه یا فالس؟ یه دهم من هی ده و ترو، فقط صفر فالسه. مثلا می نویسم 2، 2 به 2 باقی مانده میشه صفر. چی نوش؟ ایون نمبر. اوکی. خب الان یه برنامه می نویسم، میخوام دو تا عدد بگیرم، کمکم بکن دو تا عدد بگیرم ماکسیموم رو چاپ بکنم. خب یه برنامه می نویسم دو تا عدد بگیرم ماکسیموم رو چاپ بکنم. این یکی، دیگه یه همچه دوتا. چند تا عدد؟ دوتا. خب ماکسیموم یعنی چی؟ بیشتر. تو شرط چی باید بنویسم؟ توی شرطش نمیخواد پرانتز. چی بنویسم؟ احسن. ایکس بزرگتر از ایگرگ بود میشه ایکس چی؟ مکس نامبر. و یعنی کی میشه؟ ایگری میشه مکس نامبر. درسته؟ مثلا میدم 3 و 2. چی نوش؟ 3. حالا دفعه بعد میدم 2 و 3. چی نوش؟ 3. دفعه بعد میدم 3 و 3. چی نوش؟ سه. اوکی شو؟ حله؟ پنجا. چرا ران میزنم؟ من ران F5 میزنم، ران میشم. نیا کنید شما به عنوان برنامه نویس تا جایی که ممکنه از کیبورد نباید استفاده، از موس استفاده نکنید. سعی کنی شورتکات ها رو یاد بگیریم. F5 رو بدنی ران یا اینجا F5 رو نیا کنی، همون اولش نیا کنی ران ماژول F5. ببینید همون اول به این رو تو هر نرم افزاری. خب حالا میخوام این رو شما بنویسیم، سه تا عدد بگیریم ماکسیموم رو چاپ بکنیم. سه تا عدد بگیریم ماکسیموم رو چاپ بکنیم. نه الان میگم داستانش چیه. ببینید چند تا عدد میخوام بگیریم؟ 3 تا. الان چند تا گرفته بودیم؟ 2 تا. پس یه دونه زد بهش اضافه میکنم. زد، یه زد اضافه میکنم. اوکی. خب این که اینستیم x بزرگتر از y بزرگتر از زد، این غلطه. چرا؟ حتی این درست کار میکنم. ممکنه x از y بزرگ باشه، x از z هم بزرگ باشه، ولی از y از z بزرگ نباشه. ممکنه z از y بزرگ باشه. برای ما اهمیتی نداره که y و z چه. خب اینجا چی میگم؟ میگم x از y بزرگتر شد. خب پایین این اول این مدل میسن، بعد اون مدل که همتون نوشین و x بزرگتر چی شد؟ بهم میگیم if تو در تو. بهم میگیم if چی؟ تو در تو. اگر x از y بزرگ شد، x از z هم بزرگ شد، این یه تب میاد جلو. چی میشه؟ میشه مکس نامبر. الان ببینید این else که میاد وقتی مربوط به این if، زیر این if باید باشه. این اینجوری میام می‌نویسین، این غلطه. خب پس این else مربوط به این if است.
حالا ما میگیم ایکس از ایگرگ بزرگ بوده ولی از زد بزرگ نبوده. پس کی بزرگه؟ زد. چرا بادیه با ایگرگ مقایسه نمی کنم؟ چرا با ایگرگ مقایسه نمی کنم؟ چون ایکس از ایگرگ بزرگ بوده ولی از زد کوچکتر شده، پس زد از ایگرگ هم بزرگتره. حالا الس، توی السش میگیم آقا ایکس از ایگرگ بزرگتر نیست، پس کی بزرگتره؟ کی بزرگتره؟ ایگرگ، درسته؟ پس ایگرگ رو با کی مقایسه میکنم؟ با زد. اگه بزرگتر بود میشه ایگرگ، اگه نبود میشه جناب زد. گاندو بود میگفت زد زدی. گاندو رو میدیدی؟ نه. الان هم داره میده. چقدر خوشحال شدی. 5 و 4 2 چی نوشت؟ 5. بریم اصلا میگیم 4 5 2، درسته؟ میگیم آقا 3 گل تو 10 دقیقه چی؟ 10 نفره، درسته؟ میدونی چیه یا نه؟ این موضوعی رو میشنستم که استقلالی اینجا فرناز مجیدی تونم که رفته بازی رو رفته خوش شما پرسپولیسی؟ بله پس بازی رو باشه ما پرسپولیسی، ما پرسپولیسی به دنیا اومدی 90% پرسپولیسی. تو طرف تر کجایی؟ 90% گذنده هم پرسپولیسی. آن استقلالی؟ بسیار خب پس این چی شد؟ این یه مدل شد. حالا یه مدل دیگه چی میتونه باشه؟ ایکس ایگرگ زد، درسته؟ میگیم آقا اگر ایکس بزرگتر از ایگرگ شد اند ایکس بزرگتر چی شد؟ زد شد. امسال سپاهان چقدر بازیکن گرفته؟ درسته؟ هر سال میگیره، آره خودشم الان مقانلو رو از پرسپولیس گرفت، چی شد؟ هیچی نشد. ایکس بزرگتر از ایگرگ ان ایکس بزرگتر از ز چی میشه؟ مکسیم. اینجا میگم الیف، چی میگم؟ الیف. فیلم درباره الیف رو دیدین؟ نه. اگر ایکس ماکسیموم نشه ماکسیموم کیا میتونن باشن؟ میگیم آیا ایگرگ بزرگتر از زده؟ اگه ایگرگ بزرگتر از زد باشه ماکسیموم چی میشه؟ میشه ایگرگ. اگه نشه فقط چی میمونه؟ فقط زد. درسته. پس عملگر اند ما برای چی داشتیم توضیح میدادیم؟ میگفتیم اگر این باشه یا و این باشه، درسته؟ ببینید چرا اینجا من دیگه ننوشم اند ایگرگ بزرگتر از ایکس؟ چرا اینو ننوشتم؟ مینوشتم هم درست بود. چرا ننوشتم؟ وقتی که 20 میشه 18 هم شده دیگه، درسته؟ ما هم بالا چک کردیم ایکس از ایگرگ بزرگتره، ایکس از زد بزرگتره. ایکس اگه بیاد تو الیف یعنی ایکس دیگه بزرگتر نیست، کسی با ایکس دیگه کاری نداره، میریم سر وقت ایگرگ و زد. else if، else وگرنه. حالا ما هم else رو میگیم وگرنه هم الیف، منطقه الیف جلو شرط میاد. اوکی؟ خب حالا یه برنامه بنویسیم، 5 عدد بگیرم ماکسیموم رو به دست بیارم. اینو بنویسین اگه ننویسیم. چیه؟ گفتم چند تا عدد بگیریم؟ 8. ایکس ایگرگ زد، حالا دو تا دیگه اضافه میکنم، درسته؟ آ و ب. خب اینو چجوری میشه؟ میگم اگر
ایکس بزرگتر از آ شد، بزرگتر از چی شد؟ بش. اگه این نشد چی میشه؟ اگر ایگه بزرگتر از دست شد، ایگره بزرگتر از آ شد، ایگره بزرگتر چی شد؟ بی شد، میشه ایگره. درسته؟ اگه این نشد چی میمونه؟ میمونه زد و آبه. زد بزرگتر از آ شد، زد بزرگتر چی شد؟ بی شد، میشه زد. اگه این هم نشد چی میشه؟ آ بزرگتر از ب میشه آ. اگه نشه چی؟ ب. مثلا من میگم 4 5 6 تا چی؟ 52 دو سه یک چی میشه؟ 52. خب اونجا منطقش رو متوجه میشین یا نه؟ بله. خب حالا اگه من بهتون گفته بودم مثلا 10 عدد چی؟ گفته بودم 20 عدد چی؟ هنجه عدد می نویسی؟ نه یا حلوه های بله من باید بگم حالا فرض کنید من نیستم اینترنت حالا جان من تو اینترنت چی سرچ میکنم؟ آیا 20 عدد ببینید ما میگیم الگوریتم. نیا کنید ما دو تا چیزو به شما باید یاد بدم. یک برنامه نویسی، دو پایتون. این سینتکس پایتونه. ولی اگه 20 عدد بود، 50 عدد بود چی؟ ما میگیم الگوریتم. روش‌های حل مسئله. خب ما هر مسئله که میگیم برای شما دو تا گنگی داره، دو تا چیز سخت داره. یکی این که سینتکس هنوز خوب بلد نیستین. حالا سینتکس خود خود دارم بهتون میگم. یکی مسائل چجوری حل کنیم. درسته؟ الان فرض کنم 50 عدد میخوام بدیم چیکار بکنیم؟ من میام اینجا بنویسم اند اصلا 50 متغیر بگیرم؟ نه چیکار باید بکنیم؟ بگیم اپروچمون رو عوض میکنیم. چجوری اپروچمون رو عوض میکنیم؟ به این صورت هم عوض میکنیم. من میگم آقا عدد اول میگیرم میریزم داخل چی؟ یه متغیری به اسم M. اول عدد ریختم داخل چی؟ M. M مخفف ماکسه. عدد دوم میگم میریزم داخل X. درسته؟ پس این شد ماکس، اینم شد. میگم آیا X بزرگتر از M هست یا نه؟ اگه بود بیا M و X قرار بده. اگه نبود فرده سرد هیچ کاری انجام نده. دوره عدد بعدی رو بگیر. عدد بعدی رو دوباره با چی مقایسه میکنم؟ با M. اگه از M بزرگتر بود M اون میشه X، اگه نبود هیچ کاری نکن. عدد بعدی رو بگیر، عدد بعدی رو بگیر، شد 5 تا. پرینت بکن چی رو؟ M is max number. افهم میذارم یه بار مقایسه بکنیم. مثلا میگم 3 4 6 52 2 3. چی؟ ایچ مهم نیست اون یه. خب بیام مقایسه بکنیم ایچ چی میشه؟ ایچ چی میشه؟ بگین اولین عدد که میخونیم چیه؟ دوم عدد که میخونم میریزه داخل بیاشد اولی M بود X نبود درسته؟ سه ریخت داخل M. دوم عدد چیه؟ 4 X میشه 4. شرطو آیا 4 بزرگتر از M؟ 4 بزرگتر از 3 هست یا نه؟ پس چکار بکن؟ M چی میشه؟ M میشه 4 دیگه 3. ببینید X رو میریزه داخل M. عدد بعدی رو میخونیم. عدد بعدی چیه؟ 6. کامنت میذارم که آیا 6 بزرگتر از M؟ M چنده؟ 4. 6 بزرگتر از 4ه؟ بله. پس M چی میشه؟ 6. عدد بعدی رو میخونم. بین کامیان تریس کردن. عدد بعدی چنده؟
52. آیا 52 بزرگتر از 6؟ بله. دوباره ام چی میشه؟ 52. عدد بعدی رو میخونم. عدد بعدی چیه؟ 3. آیا 3 بزرگتر از 52؟ پس 3 رو نمیریزه داخل ام، میاد پایین، درسته؟ اگه بود میریزه، اگه نبود میره پایین. نمیشه زد مثلا 3 ناتی نمیشه. حالا نه، الان ام رو چاپ میکنه، ام چنده؟ 52. یه موقع اگه یه نفر تو شهره، گردن کلفت اون شهر کیه؟ یه نفر فقط، اونه دیگه، درسته؟ داره یکی دیگه میاد نفس کش میطلبه، کی میره باش کشتی میگیره؟ گنده شهر. اگه برنده شد گنده شهر که خودش میمونه، اگه نشد اون که جدید اومده میشه گنده شهر. دوره نفر سوم که میاد با تک تک اونا کشتی نمیگه که، با کی کشتی میگیره؟ با گنده شهر، درسته؟ فیلم های بروسلی دیدین؟ با لگت در باشگاه آواز میکنه مثلا، میگه کی به شما گفت اینجا باشگاه بزنیم؟ دیدین کنه بروسلی رو؟ همش همین جوریه دیگه. یه گندتون بیاد مبارزه بکن، استادتون بیاد با مبارزه بکن. اینجا موقع حالا یه دونه ریزه میزنه میفرستن جلو. خب این حالا ببینید چی تکرار شد اینجا. یکی، دو تا، سه تا، چی؟ چهار بار این کار تکرار شد. من الان حلقه فورو هنوز به شما آموزش ندادم، ولی اگه حلقه فورو بهتون آموزش شده بودم میگفتم آقا این ساختار یه بار، دو بار، سه بار، یه بارم اینجاست، درسته؟ تکرار شده. اینو یه تب میندازم جلو، میگم فور آی این رنج چی؟ رنج چهار. یه دو نقطه هم بذار اینجا، یعنی این دستورات چند بار اجرا بشه؟ چهار بار. مثلا میگم 10 2 3 4 مثلا 5 چی شد؟ 10 شد. حالا شما به جای 4 بنویس 40. ماکسیمم بین چند تعداد میگیره؟ 41. چون یه دونه هم بالاست، درسته؟ انتظار ندارم اینو متوجه بشین الان، الان برای این چیه؟ زوده. انتظارم که اینو فعلا متوجه بشین. اوکی، اینو بنویسین. تمریناتم بهتون بگم که دیگه آخرین قسمت درسمون بشه. تمریناتون چیه؟ تو خونه هستی؟ تمرین خونه است. چه بود؟ چه بود؟ یعنی میخواد اینکه بنویسه عکس بگیره تو گروه بذاره. خب تو فیلم هم هستی؟ تو فیلم هم میاد تو. سه تا عدد به عنوان ضلع مثلث میگیریم. سه تا عدد به عنوان ضلع مثلث میگیریم. چه موقع سه تا عدد ضلع مثلث میشه؟ جمع هر دو تاشون از سوم، هر دو تا باید شرط مثلث بودن. میگیم جمع هر دو تا از سومی چی باشه؟ بعد که فهمیدیم مثلثه، مثلث متساوی الاضلاع بودن رو باید بگیم. اگه متساوی الاضلاع بود بگیم متساوی الاضلاع، اگه متساوی ساقین بود بگیم متساوی ساقین. چه موقع دوتا سه تا عدد مثلث متساوی ساقینه؟ دوتاش مساوی باشه. و سومی قائم الزاویه بودن رو تشخیص بدیم. چه موقع سه تا عدد تشخیص بدیم که قائم الزاویه است؟ ما نمیدونیم وتر کدومه، ممکنه وتر اولی، دومی، سومی باشه. میگیم یک ضلع به توان دو، بله اون که ضلع به توان دو مساویه وتر به توان دو. حالا وتر ممکنه اولی باشه، دومی باشه یا سومی باشه. این تم این شرط مثلث بودن و نمونش مثلا. آره، یکی مثلث متصل از متساوی قائم مساوی. ببینید بچه ها تمرین من زیاد میدم. خب الان ما یه جلسه نداشتیم، چند جلسه داشتیم؟ سه جلسه داشتیم. شما این عدد رو ضرب در 3 بکن، 3 6 18 تا، یعنی شما باید 18 ساعت وقت باید بذاریم. حالا وقت نکردیم، مثلا رفتیم چه میدونم کار پیش اومد، عروسی که الان نیست، رفتی هیئت، رفتی چه میدونم شما، برای من اهمیتی نداره که. خب برای من
اینه قطار همجوری دست اینم میان جلو. ما الان ایستگاه تهران بودیم، قطار توقف بود، اون انشالله شاهروده، چون من مهماندار قطار هم کار کردم. خب انشالله شاهرود توقف میکنیم. آقا کجا کار نکنیم؟ نه همسن مثلا مثلا همسن نیشون سال اول دانشگاه بودم، یه تابستون مهماندار قطار رفتم. خب ایستگاه بعدمون شاهروده. شاهرود میخوایم چیاره بگیم؟ میخوایم ایف و تمرین حل بکنیم. وایل بهتون بگم با، یعنی جلسه درسمون اینه، تمرین رو حل میکنم، وایل رو میگم، استرینگ رو میگم، با لیست میگم و تاپل. اینا درس جلسه بعد ماست. خب که 600 اینا در خدمتتون هست. حالا شما اینا رو امروز کار کردی تا جمعه که اینا رو میاد چی میگیم، اون شاهرود هم به قول معروف از فضایی که داره لذت میبره، ولی اگه چیز بود میای ببینی که یه مقدار گنگ داری میزنی. امروز من پیش‌فرض اینجوری گفتم که شما هیچ چیزی بلد نیستی، ولی جمعه پیش‌فرض من یا یک شنبه پیش‌فرض من که شما اینا رو بلدی، درسته؟ و من تمرین‌ها رو براتون حل میکنم. ما اول هر جلسه تمرین حل میکنم. تمرین هر جلسه درس چرام توسم الان من تمرین که بتونم درس جلسه بعدم هست به نوعی. یعنی من الان ایف یه ساعت کار کردم، ما حداقل یک ساعت دو ساعت دیگه ایف باید کار بکنیم. اینا تمرین میگم میرین تو خونه کار میکنه، جلسات من میام اونها براتون حل میکنه. شما میتونه تمرین حل نکنه، بذارید روز امتحان. منتها من همه تمرین رو حل کردم، یه درسته مثلا هم میگه بیات شده. خب واسه یه تمرین، تمرین بعدی مثل همین با زوایاست، یعنی سه تا زاویه میگیره، تشخیص مثلث بودن میده، درسته؟ اینم تمرین بعدی. تمرین بعدی فرض کنه یه نفر از ایران میره قرقیزستان ادامه تحصیل بده. قرقیزستان رفتی؟ نه. منم نرفتم. پایتخت قرقیزستان چیه؟ استانبول. او استانبول اصلا پایتخت نیست. پاکستان. اسلام آباد و آلماتی. او یه نفر میره قرقیزستان. نمرات اینجا بین 0 تا 20. این که میام الکیه ها. بیستش مثلا. اونجا مثلا فکر کنید قرقیزستان میگیم به کسی بر نخوره، حالا بکنید اونجا شاید رفته باشه. A, B, C, D, E, F نمرات اونجا چیه؟ A, B, C, D, E. A میشه بین 18 تا 20، همینجور دوتا دوتا کم بکنید. B میشه بین چی؟ 16 تا 18. C چی میشه؟ 14 تا 16. D چی میشه؟ 12 تا 14. E میشه 10 تا 12، اف هم میشه 0 تا 10. فیله دیگه، درسته؟ یعنی که 10 بشه میشه ای، ولی 9.99 چی میشه؟ اف میشه. خب حالا دو تا برنامه می‌نویسید، یه برنامه ای که مثلا کاوه میده 17، اون برامون چاپ میکنه بی. یه برنامه برعکس می‌نویسید، اون به ما میده بی، شما باید چی چاپ بکنی؟ بین 16 تا 18 تمرینه. بعد دو تا برنامه می‌نویسی. دو تا برنامه. الان شد 7 تا تمرین. متوجه شدید تمرینه یا نه؟ چرا نمیشه؟ الیف باید بذارید. نه نیا کنید. یه طرفش آسونه. مثلا شما یه عدد می‌گیرید، کاربر میده 13. بعد ایف بذارید. آیا نمراتون بین 18 تا 20؟ آیا نمراتون بین الیفه؟ بین 16 تا 18 الیف، بین 14 تا 16 الیف، بین 12 تا 14 الیف، 10 تا 12 الیف، بین 0 تا 10. هر کدوم از این الیف ها بود نمرش رو چاپ بکنه. اگه مثلا بین 10 تا 12 بود ای چاپ میکنه برای منطقه. برعکسش رو یه مقدار شاید سخت باشه براتون، ننویشم ننویشم. اونجا عدد میگیرین، مثلا میگیرین A، دیگه تبدیل به عدد نمی‌کنین، همون اینپوت خالیه. چک می‌کنین اگر if a بود چاپ بکنه بین چند تا چند؟ 18 تا 20. الیف اگه b بود چه چاپ بکنه؟ 16 تا 18. الیف های پشت سر هم می‌نویسیم. الفش کجا میشه؟ الفش خطاشه. یعنی مثلا کارا ممکنه بگه 125. 125؟ نداری. کارا ممکنه مثلا بیاد بده چه میدونم زد، نمره زد.
یه ارو. اوکی. ببینید تمرین اولش یه مقدار سخت میزنید خب؟ بعد شروع میکنید به تمرین حل کردن و کاغذ باش کلنجار رفتن خب؟ بعد از اون کاغذ میرید روی کامپیوتر پیاده سازی میکنید. شما یه دفعه چون مهارتتون کمه رو کامپیوتر یه دفعه یه ذره فکر کنید، یه 10 دقیقه به اونجا مسئله رو نگاه بکنید، بعد ببینید میتونید رو کاغذ همون ایف و الیف اینا رو بنویسید، ممکنه برید فیلم رو بخواید نگاه بکنید، درسته؟ ممکنه مثالی که تو کتاب تو کلاس حل کردیم رو بخواید دوباره بازنویسی بکنید. اوکی؟ تمرین بدم یا نه؟ خب من بهتون الان چند تا تمرین دادم؟ 8 تا. شما 8 تا نیم ساعت وقت بذارین چقدر میشه؟ میشه 4 ساعت. درسته؟ نگاه کنید یا تمرین انجام میدین، کتاب میرین میخونین. الان من بهتون درس دادم اون کتاب همون آقای وحیدی رو شاید مثلا دو فصلش رو من درس دادم. فصل اول فصل دوم رو هم میشه 100 صفحه. نگاه نمی‌کنین، فیلم نگاه بکنین. برین سایت نگاه بکنین. به هر حال برای چی اومدین کلاس؟ برای چی اومدین؟ برای اینکه یادگیری پایتون یه درسته؟ اگه میخواییم مثلا سرگرم میشیم بریم فوتبال بازی بکنیم، بریم مثلا یک شما بریم کوه برگردیم، درسته؟ خیلی هم صفا داره، پس بشم الان هست. اومدیم پایتون، همین پایتون یاد بگیری یه برنامه نویس الان یه برنامه مبتدی شروع میکنه 10 تا 15 تا میگیره، یه برنامه جونیور کارآموز نه. ولی من نمیام کلاس من تمام شد برنامه‌نویس جونیور میشی. ممکنه باید یه دوره کارآموزی بری. ممکنه یه دوره مثلا جنگو بری ثبت نام بکنی. خب یه برنامه‌نویس حرفه‌ای الان 30 تومن 40 تومن داره میگیره. یه مقدار حرفه‌ای‌تر شدی میتونی به دلار بگیری. خب این که دیگه حالا خودت چقدر زحمت میکشی اون دلارا فکر کن. همه خون دلار فکر کردید میشینی پای کامپیوتر. جنگو چیه؟ جنگو یه فریمورک که برای طراحی وبسایت هست. آقا من بازنامه داییم هر پروژه 4 میلیارد میگیره دولت. هفته 4 میلیارد. این کارگر نمیخواد بیاد. من از اون دیدم اومدم. بازنامه دایی کارش چیه؟ برنامه نویسه برای دولت کار کنه. یعنی 4 میلیارد این الان موبایل هم زده. نه الان شاید شرکته. من نیاکن به هم شما وقتی پروژه می‌نویسی 4 میلیارد اولا اون پروژه، اولا دولت وقتی پروژه بگیری باید یه جای یه وصلی چیزی باشه، یعنی به همین راحتی نیست. دوما بعد اون پروژه 4 میلیارد هم پروژه نیست مثلا تو یه هفته انجام بشه. پروژه‌ای که مثلا تیم داری یه ماه دو ماه حالا یه زمانی داره شروع کنه کار کردن. هر چیز اصلا نمی‌دونم. بعد یه مثلا پروژه دولتی به هر کسی همینجوری چیه؟ نمیدم. ولی اصلا اون نباشه خب خودم هم مثلا به من مثلا گفتن آقا برنامه سو معرفی کن، مثلا ساعتی ما 3 دلار میدیم، ساعتی 4 دلار میدیم برای شروع، بعد حرفه‌ای باشه ساعتی 7 دلار 8 دلار، تو خود کانادا ساعتی 20 دلار 10 الی 20 دلار خب مقیم کانادا باشی میتونی چیکار بکنی؟ میتونی شروع کنی کار کردن. اما نگم پروژه میلیارد، اصلا کاری با اون قضیه ندارم. اصلا پروژه هم که نگرفتی، شما مثلا فرض کن اومدی یه دوره مثلا جوشکاری یاد گرفتی، درسته؟ یه مهارت دیگه جدا از اینه، یه مهارت یه جایی ممکنه به درد بخوره. ذهنی که ذهنتون از حالت ذهنتون الگوریتمی میکنه، ما توی کلاس از اون حالت آکام بودن خارج میکنه، یه مقدار الگوریتمی فکر میکنه. الگوریتمی یعنی یه جایی مثلا چه سولوشن بتونیم بدیم، بتونیم راه حل. اینم از مبحث خب